سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. یک رویداد و ضد و نقیض ها درباره آن. در ولسوالی صبری ولایت خوست چه اتفاق افتاد و چرا افتاد؟ ادعای تلفات غیر نظامیان در عملیات نیروهای طرفدار دولت در خوست. شماری از باشندگان ولایت خوست ادعا دارند که در یک عملیات نیروهای پشتیبان دولت در ولسوالی صبری این ولایت به زنان و کودکان تلفات وارد شده است. اما والی ولایت خوست ادعای تلفات غیر نظامیان را رد کرده. پس از واکنش های زیاد، امروز رئیس مجلس نمایندگان به کمیسیون امنیت داخلی این نهاد دستور داد که ادعای تلفات غیر نظامیان را در ولسوالی صبری این ولایت خوست بررسی کند. رئیس کمیسیون حقوق بشر خواهان بررسی جدی این رویداد هست و انتقاد میکند و میگوید هیئت از طرف دولت تعیین میشود و تحقیق در اختیار مردم قرار نمیگیرد و پس از آن ما نمیدانیم چه اتفاق با عاملین این قضایا میافتد. در ولسوالی صبری ولایت خوست چه گذشت و چرا زنان و کودکان قربانی شدند؟ چرا همواره غیر نظامیان قربانی عملیات ها شود؟ چرا با گذشت هر روز تلفات غیر نظامیان در افغانستان رو به افزایش است؟ بیشتر با مهمانان برنامه بحث میکنیم. لال گل لال، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان، از کابل روی خط اسکای با ما وصل هستند و محب الله ظهیر، نظامی پیشین. مهمانان عزیز خوش آمدین. آقای ظهیر، بحث را با شما آغاز میکنیم. شما این رویداد را دنبال میکردین، چگونه دریافتین؟ چرا غیر نظامیان؟ شما در مورد این رویداد چگونه نگاه میکنید؟ تشکر از شما جناب سپید صاحب. سلام به شما، سلام به جون آقای لالگل، همکاران تکنیکی و بیننده های عزیز تلویزیون خورشید. واقعا یک واقعی بود که در ابتدا شوکاور بود بر همگی، گویا به تعداد در حدود 20 یا کم و زیاد اهالی ملکی در اینجا تلفات دیدن. ببینیم، ما شما در حالت جنگ هستیم و جنگ هم با تجهیزات و اسلحه بسیار مدرن و پیشرفته صورت میگیره. در همچو شرایط خواهی نخواهی تلفات ملکی وجود می داشته باشه، خسارات جانبی وجود داشته می باشه و این ما هیچگاه نباید تصور کنیم که به حد صفرش تقلیل بدیم. اما در این واقعی که در ولسوالی صبری ولایت خوست صورت گرفت، در خود این ولسوالی طالبا یا دشمنان مردم افغانستان به شکل گسترده وجود دارند. اینجا دیپوهایشان است، پناهگاههایشان است، مراکزشان است و بیشترم در اینجا شبکه حقانی فعال است که از لحاظ منطقوی و قومی در اینجا روابط داشته از زمان که مجاهدین در منطقه بودن و بنابر اون روابط قومی اینجا هنوز هم نفوذ دارن و نیروهای کمپاین یا نیروهای حمایت قوای مسلح یا دولت بالاخره تصمیم گرفته شد که در این ساحه یک عملیات وسیع انجام بدن و این ساحه باید تصفیه شود. چنانچه خبر دارین این عملیات هنوز هم جریان داره. و گزارشات ضد و نقیض در این مورد وجود داره. منتها ما یک قانون داریم، در قانون جنگ. بله. جنگ هم اینطور نیست که همه چیز در پیشتوی محمد رو از بین ببریم. بله. قواعد و قوانین جنگی، قانون جنگ از law of armed conflict میگن. بله. یا قانون منازعات مسلحانه و در این قانون دو طرف متخاصمه که جنگ میکنن، چی در سطح دولت باشه چی کدام گروه شورشی باشه، هر دو طرف ملزم هستند که قوانین را رعایت بکنند. بسیار زیاد تشکر آقای ظهیر، بیشتر با شما حتما بحث میکنیم، دیدگاه آقای لال را بگیریم. آقای لال سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین.
یافته های شما از ولسوالی صبری ولایت خوست چی است؟ آیا معلومات دقیق دارین؟ چون آمارها در مورد این رویداد متفاوت است و ضد نقیض. سلام تاسو ته ظاهر صاحب ته درنو لیدونکو ته. تر کوم حده پورې چې د معلوماتو مسله ده د دغې ځانګړې قضیې په اړوند باندې تر اوسه پورې هیڅوک دقیق معلومات نه لري، هماغه ضد و نقیض څرګندونې دي چې هم یې دولت کوي او هم یې مخالفین او هم یې د محل خلک کوي. ولې د صبریو ولسوالۍ چې کله د خوست نه ځي د ځاځي میدان طرف ته، دا یو په دغه لاره یو پرته ولسوالۍ ده، څه موده وړاندې دلته د دولت ځینې کارمندان ترور شوي دي او نو د دې په اساس باندې دولت غوښتل چې دلته لکه څنګه چې ظهیر صاحب ورته اشاره وکړله چې عملیات ترسره کړي په خواشنۍ سره. دغه یو ډېره خواشینونکې او بده پیښه رخ شوله چې د ټولو افغانانو زړه دردولی دی او دغه نورو څېړنو ته او تحقیقاتو ته ضرورت لري چې دا واضحه شي چې آیا پیښه د مخالفینو لکه څنګه چې د خوست والی څرګندونې کوي چې د هغه خبرې درستې دي او که مخالفین چې کومه ادعا کوي هغه خبرې درستې دي. بسیار خوب. د دې پیښې د لاس څېړلو دپاره ضرورت دی چې باید واضحه شي. اوس هیڅوک دغه قضاوت نشي کولای چې آیا پیښه د چا د خوانه ترسره شوه. بسیار خوب. حالا یک عضو خانواده قربانیان گفت که این حمله بالای طالبان نبوده و بالای غیر نظامیان صورت گرفته. والی خوست گفت که یک عضو گروه طالبان بم را انتقال میداد که بم در یک خانه انفجار کرد و طالبان هم گفته که عساکر وحشی دشمن زیر نام کمپاین در ولسوالی صبری علیه مردم عملیات را آغاز کردند. چگونه همین رویداد آقای لعل بررسی شوه؟ زمان پا انبانده من همیشه پا حکمت غک کرده چه کلا دغه چه پیخی کیگی باید د پیښو په اړوند باندې بېطرفانه او شفاف څېړنې یا تحقیقات ترسره شي. زه فکر کوم چې یوازې د دولت څېړنې یا تحقیقات په ولس یا قربانیانو ته د منلو نه وي، خو حکومت باید په دې کې هم د قضاوت نه کار واخلي تر څو پورې په دغه هیئت یا د څېړنو کې څنګه چې حکومت ژمنه کړې ده د بشري حقونو او د مدني ټولنو د ملګرو ملتونو په هیئت په ترکیب کې خلک شتون ولري تر څو پورې دغه څېړنې چې ترسره کیږي هغه آئینی او حقیقي معلومات د ولس سره شریک شي. تاسو ګورئ چې ډېری دغسې پیښې شوي دي. هر وخت چې کله ملکي خلک په دغسې پیښو کې مړه کیږي مخالفین هم کوشش کوي چې په حکومت باندې واړوي او حکومت هم کوشش کوي چې په مخالفینو باندې واړوي. عرض کوم لکه مخکې چې تیر کال کې تاسو د ګریش کې یو پیښه وکتله چې هلته په میله کې همدغسې پیښه وشوله چې هیڅ طرف یې مسؤلیت په غاړه نه اخیستلو د څېړنو تحقیقاتو ژمنې وشولې ولې تر ننه پورې دغه تحقیقاتو څېړنې نه دي ترسره شوي. باید حکومت په هره مسله کې د یو مسؤول ارګان په توګه چې د خلکو پر وړاندې باندې د هغې د امنیت پر وړاندې باندې لري باید دغه څېړنې ترسره کړي او عامل معلوم کړي او کله چې عاملین معلوم شي باید ونیول شي او د قانون پنجو ته وسپارل شي. تشکر آقای لعل. برمیگردیم در مورد حالا بررسی بیشتر از شما میپرسم. آقای ظهیر، همین حالا با ادعای متفاوت و متناقض چگونه همین موضوع بررسی شوه؟ آقای ظهیر، خب بررسی از این موضوع تأثیرش یه است که اگر دقیق بررسی شوه خب دولت افغانستان ناگزیر است، فشار هم وجود داره که باید همچون قضایی که در هر جای در هر گوشه از کشور صورت میگیره این باید بررسی شوه. نواقصی که غفلتی که و یا مغالطه‌ای که در اطلاعات وجود داره در راهبرهای استخباراتی وجود داشته باشه باید این واضح شوه. بسیار. خب یک موضوع را خب شما میفهمیم که چنین اقدامات عمدی و قصدی نیست از جانب دولت. این ممکن اشتباهاً یک عمل صورت گرفته باشه در تناسب با طالبا که طالبا
اعمالش قصدی است، عمدی است. وقتی که یک موتر مملو از مواد انفجاریه میسازن و در یک جای انفجار میتن، این یک عمل عمدی و قصدی است. میفهمم که در اینجا والی خوست هم رد کرده و گفته که یک عضو گروه طالبان به امرا انتقال میداد و انفجار کرده و گفته که تصاویری که در رسانه ها و فیسبوک منتشر شده به نفع دشمن است و درست نیست. و این چگونه باید از طرف دولت بررسی شود؟ یک موضوع را خدمت شما عرض کنم جناب سپر صاحب. ما در قانون جنگ که ما قبلا یاد کردم از او، یکی هدف مشروع است، یکی هدف غیر مشروع است، یکی هدف نظامی است که او باید مشروعیتش اول تثبیت شود. اگر شما ببینید که در یک خانه، در یک منطقه، در یک جای 20 نفر، 30 نفر، 15 نفر گروه های مسلح تجمع کرده و در اینجا پلان گذاری میکنن، اما در این خانه یک خانم یا یک طفل، دو طفل موجود داره، بله، و رئیسی خانه هم همکار با این گروه های ترورست است، این هدف باز مشروع است. اگر در اونجا یک غیر نظامی یا تلفات میبینه، این اگر ما به خاطر از او جلوگیری بکنیم، این گروه سبب صدها نفر دیگر به خون و خاک بسیار میکشن. جد تشکر آقای زهیر، برمیگرده بحث ما را ادامه بتیم، اما پیش از آن میان برنامه کوتاه داریم. به ادامه برنامه خط کابل خوش آمدید. آقای لال، حالا کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان خواهان بررسی جدی شدند. خواست سازمان شما چی است؟ گوره من همیشه دغسې پیښې چې رامنځته کیږي چې هغې سره ملکي خلک تلفات ویني یا ملکي خلک مالی خسارات ویني، موږ همیشه دغه پیښې محکوم کړي دي، غندلي دي، او دغه پیښه هم په کلکو ټکو باندې غندو، او همیشه هم غوښتنه کړې ده چې د پیښو په اړوند باندې باید دقیقې څېړنې ترسره شي، بلکې دا جنګ مدیریت شي. جنگ په دې معنا باندې مخکې ظاهر صاحب ورته اشاره وکړله، خو زه یې غواړم چې لږ نور هم ورته اشاره وکړم. د جنگ نړیوال قوانین، یا د بشرپالنې نړیوال قوانین، یا د بشري حقونو قوانین، یا اسلامي قوانین، یا خپله زموږ ملي قوانین، دا باید په جنګونو کې دې ته درناوی وشي تر څو پورې د ملکي خلکو ژوند خوندي شي او د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. په خواشنۍ سره چې زموږ د جنگ په مدیریت کې د مکافاتو، د مجازاتو، فرهنګ یا کلتور تر اوسه پورې شتون نه لري. په تیر کې چې دغسې پیښې ترسره شوي دي، د هغې د عاملینو نه پوښتنه نه ده شوې، نو همدغه علت دی چې ورځ تر بلې ملکي خلک د جنگ د ښکېلو خواوو دپاره قرباني ورکوي. بسیار خوب آقای لال، آقای لال خیلی معذرت، حرفتان رو قطع میکنم، چون چه باید شوه با توجه به گذشته متاسفانه تلخ بررسی ها که شده، انتقادهای زیادی را به دنبال داشته، این بار باید چگونه بررسی شوه و بی نتیجه نمانه؟ ده ها پرونده کشتار غیر نظامیان از هلمند، قندهار، کندوز و روزگان و میدان وردک، بررسی ها انتقادات زیادی داشته، این بار باید بی‌طرفانه و شفاف عادلانه باید بررسی شوه، یا اینکه فکر میکنید میشه؟ وقتا نخوز منگا همدغه ده چه به طرفانه بررسی شی او ده جنگ قربانیانو تا انصاب ورسی. خب خواهش نیست چه تیر تا گورو تر اوسه پورې په افغانستان کې د حاکمیت د قانون یا د عدالت کلتور شتون نه لري. همیشه دلته د قانون نه او د جرم چې څوک وکړي د معافیت او د قانون نه تیښته دلته یو فرهنګ ګرځېدلی دی. نو په همدې اساس باندې د تیرو کړنو په اساس موږ داسې امید نه شو کولی چې د دې پیښې په اړوند همدغسې روڼ او شفاف څېړنې ترسره شي او د عاملینو نه دې پوښتنې وشي. بیا هم موږ په دولت باندې غږ کوو، دولت ته مشوره ورکوو چې د دغه پیښې او د نورو پیښو په اړوند باندې پر ځای د دې چې تاسو جرم پټ کړئ او کتمان د جرم وکړئ، نو دا به ښایي چې یو عامل د پیښې ونیول شي. د دې سره د یوې خوا نه عدالت تامین کیږي، بشري حقونه تامین کیږي، د بلې خوا نه د ولس زړونه لاسته راوړي. او که چېرته همدغسې د جرایمو پیښې پټې پاتې کیږي، نو د دې سره د حکومت او د ولس ترمنځ واټن پیدا کیږي. دغه واټن تر هغې ډېر خطرناک دی کوم چې
اصلي دي پیخ عاملینو ته دوی باید سزا ورکړي او دی پیخ په اړوند باندې به طرفانه یو خبره بل کوم دا چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون صلاحیت لري د دې د قانون لمخې چې هر د بشري حقوقو د سرغړونو پیخه وچیړي او عاملینې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. سپاسګزارم آقای لن. دنده او مسؤلیت ته چې دا کار وکړي. تشکر آقای لن. آقای زهیر، چرا بررسی ها در بسیاری مواقع نتیجه بخش نبوده و شکایت های زیادی را داشته؟ من داخل یک بخش با آقای لن شریک کردم. این بار چگونه فکر میکنید؟ من فکر میکنم که در همچو قضایا ممکن بعض اوقات تخطی های از جانب دولت نیروهای مسلح ما صورت گرفته باشه، مثل که قبلا گفتم شاید عمدی نباشه، ولی بررسی از این قضایا به طور عادلانه بسیار مهم است برای اقناع افکار مردم و در بسیاری موارد از همچو قضایا دشمن استفاده میکنه. ما موارد را در ذهن دارم. در لغمان یک بار همینطور یک واقع شده بود، دو تا سرگروپ طالبا کشته شدن، امیر مردم محل در چارپایی انداختن آوردن در پیش ولایت که نفر ملکیز، بعدن معلوم شد با ذکر نامشان که هر دوی سرگروپ طالبا بود. بررسی نشدن و قضایا باعث شده که اینچنین حالا قضیه سازی شود. اگر ادعای دولت درست است که اینجا افراد مسلح بودن، اینا دشمن بودن و به نام ملکی اینا تیر میشه، خب باید ایره بررسی بکنن، مستندسازی بکنن. این به نفع دولت است. ادعای مردم چی در همین میان که حالا یک عضو خانواده قربانیان گفته که این حمله بالای طالبان نبوده، بالای غیر نظامیان صورت گرفته؟ این همین موضوع هنوز ثابت نشده. وقتی که والی خوست میگه که از او خانه مهن انتقال میشد و ای انفجار کرده، همی خانم و با طفلش کشته شده، خود طبیعی در او خانه بودن افراد مسلح بوده و گپ امی ریش سفید هم درست است که ای خانم کشته شده و طفل کشته شده، اما انال ای باید بررسی شوه، دقیق ارزیابی شوه، ریشه یابی شوه. اگر در اینجا نیروهای مسلح بودن و تلفات دیدن، خب چقدر نیروی مسلح تلفات دیده و در کنار از این به افراد ملکی اگر ضرر رسیده چقدر است، آیا ای تناسب از این هدف را مشروع ساخته میتونه یا نه، مثل که من قبل گفتم در مقابل 20 نفر مسلح یک نفر ملکی اگر تلف میشه این هدف مشروع است در همچو حالات. این حال ارزیابی از این است که اعتبار دولت هم بلند میبره و مردم هم قناعتش حاصل میشه و تقاضای ما مهمی است که دولت در همچون موارد باید به تفاوت باقی نمانه، قضایا را بررسی بکنن، جایی که خلا وجود داره با نیروهای مسلح با مسئولینش گوشزد بکنن تا در آینده از وقوع همچون حوادث جلوگیری شود. حالا شما صحبت های حتما رئیس کمیسیون حقوق بشر هم شنیدین، خواهان بررسی جدی شد و از آن چیزی که در گذشته در مورد بررسی ها بود شکایت کرد. در کنار از این در ادامه صحبت هایتان این پرسش هم به میان میاد، با ادامه این چنین حملات که حالا باشندگان ولسوالی صبری ادعا دارند اگر بررسی نشه، سیاه و سفید از هم جدا نشه، فاصله میان ملت و دولت شکل میگیره؟ بله، این طبیعی است که اگر واقعا در اینجا تخطی از قانون جنگ صورت گرفته باشه و این عملیات بسیار غیر مسئولانه صورت گرفته باشه و همونطور که میشنویم اگر امی حرف درست باشه که اینجا همه ای کسایی که خساره جانی دیدن اینا افراد ملکی باشن، در اون صورت پاسخگو جانب دولت است، پاسخگو کسایی است که عملیات پلان کردن و غیر مسئولانه انجام دادن. بنان مهم امی است که هنوز صحت و سقم امی ادعای که ما یک چند نفر از محدود از اهالی منطقه شایدم تحت ارهاب و فشار و جبر حاضر شده باشن چنین بیانات اظهار بکنن، چنین گپهایی را بگوین و ملامتی را سر جانب دولت پرتن و یا شاید هم واقعیت باشه. بنان ما فکر میکنم که
چونین نخواد بود که 20 نفر بله. تمامش ملکی باشه و در اینجا افراد مسلح تلفن ندیده باشه. خیلی کوتاه با بررسی نشدن این چونین رویدادها فکر میکنید که تلفات غیر نظامیان باعث میشه که افزایش پیدا کنه؟ خیلی کوتاه. خب در اسنایی که ما عملیات نظامی را پلان میکنیم، این عملیات نظامی وقتی که در محلات مسکونی باشه این واقعا جای نگرانی هست و تلفات و خسارات مالی و جانی را در قبال داره. چرا در جنگ و در ماربه فعالیت‌های مسلحانه در محلات مسکونی در شهرها این تلفات تشکر. جانبی خود را و خسارات جانبی خود را داره، اما شیوه ها و تکتیک های در جنگ وجود داره تشکر. که در جایی که اونجا مثلا اهالی زندگی میکنه تشکر. و مردم است در شهرها و یا در قریا، در اینطور جاها چگونه باید فعالیت های ماربوی صورت بگیره تا از تلفات ملکی تشکر. آقای زهیر، آقای لال، اعلامیه هایی که حالا از طرف سازمان هایی که حامیان حقوق بشر هستن، نشست های خبری گرفته میشه، چقدر برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان کارساز بوده، در حالی که ما گزارش های زیادی داریم که حداقل در همین سال افزایش یافته، رو به افزایش بوده تلفات غیر نظامیان؟ گره ده بشر ده حکونو نهادونه او مدنی طولنه یا نور نهادونه یا سیاسی احزاب دغه وظیفه او دنده هم دغه ده چې دوی اواز پورته کی او د یو ظلم پر وړاندې باندې خپل غبرګون وخی. نور د دوی سره نه اجرایه قوت شته دی نه قضایه قوت شته دی چې یو کس ونیسي او هغه ته سزا ورکړي. دوی په حکومت او په اړوند اړخونو باندې چې د پیښو عاملین وي په هغې باندې غږ کوي او هغې مکلف دي چې د دوی پس آقای لال، خیلی معذرت حرفتان قطع میکنم، پس بودن این نهادها به چه درد میخوره وقتی نتونن کاری بکنن؟ ما در تا اوهله چې تاسو کچیرته د دغه نهادونو اصول و قوانینو ته لاړ شئ نو او بګورئ چې د دې نهادونو کار اجرایوي کار نه دی او نه یې قضایي کار دی، یوازې د دوی غږ پورته کول دي او عکس العمل خودل دی او د جنگ د قربانیانو یا هغه پیښې چې پټې پاتې کیږي هغه برملا کول دي او د چارواکو غوږ او د اړوند ارګانونو او د اړوند ښکېلو خواوو غوږونو ته نړیوالو ته رسول دي. سپاسګزارم. کول اجراعات کول ونه کول د اړوند ارګانونو د اړوند اړخونو کار دی چې هغې په دې باندې لاس په کار شي ترڅو پورې د پیښو عاملین ونیسي. بسیار زیاد تشکر آقای لال گل لال، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان، و محب الله زهیر، نظامی پیشین. خوش آمدید مهمانان عزیز. از شما هم سپاسگزاری میکنم تا این دم ما را همراهی کردین. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.